خیلی خوب، پس از دو پنجشنبه غیبت بار دیگر شاهد برپا شدن نمایش روان پریشانه سروش صحت و ایمان صفائی در شبکه نمایش خانگی هستیم. مگه تموم عمر چند عدد بهار است؟ قسمت ششم. چرا هیچکس خوشحال نشد؟ متوجهم، شاید بسیاری از شما ککتونم نگزه، چه برسه به آخ جون قسمت جدید مگه تموم عمر چند تا بهاره. متاسفانه نظرات منفی زیاده و با تعمیم دادن میزان بازدید ویدیوهای خودمون به حجم بینندگان احتمالی سریال میشه نتیجه گرفت که سریالت مورد مقبولیت گسترده‌ای واقع نشده صحت. البته که من مخالفم و این فکت تکثر نظرات منفی من باب مگه تموم عمر چند عدد بهار است سبب شکل‌گیری یه علامت سوال بزرگ در ذهنمه و باعث شده در طول روز در افکار پلیدی فرو برم صحت. خب من دلم تنگ شده بود برای حفره، برای عمو جلال و بلخص برای آزی، ولی نمیدونم چرا بقیه اینجوری نیست. anyway بیاین با هم علارغم میل باطنی برخی از شما مخاطبین گرامی اپیزود ششم مگه تموم عمر چند عدد بهاره رو بررسی کنیم و فقط لطفا قبلی سابسکرایب کنید تا ببینیم چه گیری به این حفره بگیریم. I don't know how to begin. یه سری صحبت کلی دارم، یه سری صحبت جزئی. اجازه بدید از خود اپیزود آغاز کنم. به نظرم این اپیزود دو نیمه داشت و نیمه دوم نیمه اول رو 2-1 میزد، جایی که مدنس به اوج خودش میرسید. مثلا این سکانس رو نگاه کنید، فریز شدن زمان و باز شدن چشمان شاهین به دنیای دیگر. خب I think this is hilarious. فضا روحانی، زمان متوقف شده و عمو جلال با تیپیکال ترین رخت ارواح در تمام ادوار بدین ترتیب وارد کادر میشه. عمو جلال در آسمان معلق نشده، چهار نفر چهار گوشش رو گرفتن و به این سو آن سو میبرنش. من به شخص شک گرفتن این فضا و بازی های صحت و صفایی با این کهنه المان های در این حال آشنا رو میپسندم و فکر میکنم که صحت و صفایی همچین کانسپت هایی رو جهت حفظ دوام مقبولیت آن وارد سریالشون کردن. روح با این شمایل برای ما آشناست و این سبب میشه که ما سریال رو از خودمون دور نبینیم. یا اپیزود پیش که شاهین وارد حفره شد، علارغم دخالت آقای نوکاه و مستر جیمشید در واقعیت موجود، این تجربه از سوی شاهین یک خواب تلقی شد تا سریال رو پس نزنیم و پنیک نکنیم. اما با تکیه زدن به فروز برای ساطع نمودن حکمی در خور، باید بگم که میدونم شاید یه چیزی مثل این غیر قابل هضم باشه و باعث بشه که بگیم چی؟ اینا چیه؟ چرا احسان منصوری از خانواده یوتیوب سینمایی که خیلی زود بزرگ شد تو ذهن شهرامو میبره روی قایق بر فراز امواج؟ چرا اینا ای همه جا سات میزنن؟ یا این یعنی چی؟ این لونگیان روان در رفته چرا این شکلی؟ اینجا کجاست؟ اینا چیه صحت ساخته؟ دیوونه است؟ اوکی آی گت ایت. ولی خب ببینید، در مواجهه با چنین تصاویری قرار نیست ما لزوما بفهمیم که داره چه میشه و اینا یعنی چی. وقتی در حین تماشای سریال این سوالات رو از خودمون بپرسیم، در درک به در بسته میخوریم، بعدم ناامید میشیم، از سریال چند فرسنگ فاصله میگیریم و ترجیحاً بهش پشت میکنیم. نتیجه چیست؟ سلب لذت تجربه. اینجوری حس میکنیم تو سریال اتفاقی رقم نمیخوره و سریال پیش نمیره. اما خب این گونه دیگر از روایت در سینماست. احسان منصوری به عنوان راوی سینما بهتر میدونه. اما دفعات پیش لینچ رو مثال زدم، الان بازم میخوام بزنم، چون همیشه همه جا راجبه همه چی میتونم لینچ رو مثال بزنم. لینچ لینچ لینچ. ببینید، this is Mulholland Drive. یادم یه عیدی بود، همون سالی که باران‌های سیلاسا برسن‌ها رو از آب سیراب نمودن. شب بود، من شروع کردم به دیدن فیلم و وقتی فیلم به قایت خود نزدیک می‌شد، I was like oh shit. این لینچ کیه؟ چرا فیلمش اینقدر بوی خواب میده؟ این تجربه چقدر غریبه و در این حال آشناست. به همین کافی بود تا این جانب سریعا عاشق لینچ شم. خب I love محتویات مغز. این تو it's weird. لینچ داشت محتویات روانی موجود در سر رو در سینما به نمایش میکشید. So you see، برخورد ابتدایی من با لینچ فقط و فقط آمیخته به تجربه و احساس بود، تجربه ی لمس کردن محلی دور از دسترس که همیشه به کشفش میل داشتم. و بعد طی 5 الی 6 بار دیگه که با موچوی مالهالند درایو رو دیدیم، فقط داشتیم میخوندیم و برداشت میکردیم هرچی که دلمون میخواست. و این مگه تموم عمر چند عدد بهار است سروش صحت و ایمان صفائی برای من یادآور همین جنس از تجربه است.
Vibes like Malibu, that free attitude. سریال صحت ایکس صفائی داره یک بافت نو بهمون ارائه میکنه که بهش عادت نداریم. یعنی حداقل تجربه من یکی از سریال ها و فیلم هایی که اخیراً در سینمای ایران دیدم همینو بهم میگه. فکر میکنم اگر به آینده بریم، مثلا 60 سال دیگه، وقتی برگردیم و این حال در آینده تاریخ گشته رو باز بنگریم، یه دسته کپل از فیلم های کمدی چیپ بنیان، اجتماعی های بدبختی نهاد یا لاتیای ناموس مزاج جلوی دیدگانمون نقش میبندن و بیلیو می که در نهایت وقتی از این فیلم ها دور شده باشیم، وقتی از دور دست ها نگاه کنیم، همه این آثار در یک دسته یک دست و یک شکل قرار میگیرن، چون این فیلم های شتی دائما در حال تکرار کردن خودشونن. دستیار؟ بله. سطل آشغال بودو. البته در این میان استثناءاتی هم به چشم میخوره، مثلا به عقیده من فیلم قاعده بازی یا قاعده بازی I don't know یادآور بخشی از تجربیاتی که صحت در مگه تموم چند عدد بهارس به تصویر کشیده، یا اژدها وارد میشود مانی حقیقی some great freaky stuff یا بیزایی. به نظر من بهرام بیزایی هم داستانهای خودش رو بر روان سوار میکرد. و we need this. کل سینما داره یه شکل میشه و این قبیل آثار تافته های جدا بافته ای هستند که برای سخنوری در کام لغت دارن. من مشتاقم که ایده ها و افکارتون رو در مورد این مسئله بدونم. پس یوتیوبر تیپ گالریایی میشم و میگم همین الان کامنت بذار. میبینید ما خودمونم روانی هستیم، نگین که تا الان شک نکردین. صحت دیدی چطور در سیل خروشان هیت ها نسبت به سریالت به دفاع برخواستم؟ پلیز کلاب زندگی من برات فانتزی بودویم عمرم نرسید. اما دیگه وقتشه که با هم رو راست باشیم. صحت ببین، ما عادتامون و شتهایی که کارگردانان فخیم سینمامون به خوردمون دادن به کنار، خب یه بخشیش هم به تو برمیگشت. الان ما که فنون این قبیل آثاریم داریم به شدت تهدید میشیم. یک خطر بزرگ در کمینه، فرار سرمایه‌گذاران و پلتفرمز از فیلمنامه‌ها به آثاری همچون اثرت. همونطور که بیشتر عرض کردم، به نظر سریالت مقبولیت عام رو از کف داده و این بده. البته میدونم دست All right. تو واکسن سریال هم گفتم با توجه به طرز تفکر و طرز پخته اثر در نهایت این اتفاق می افتاد، اما اینجا ایرانه، نمیشه شخصیش کنی. صحت رسانه سینمایی که نداریم، تازه داره یوتیوب سینمایی به عنوان رسانه مستقل شکل میگیره. احسان منصوری هم که سکوت پیشه کرد که تیشه به ریشه کریرش وارد نشه. حالا اگه رسانه نقش پررنگتری داشت، ما میگفتیم this is fabulous 5-star shit و اینها میتونست کاسته شدن مقبولیت عام رو جبران کنه تا پلتفرم ها و سرمایه‌گذارا قانع شن. ولی حالا چی؟ و چرا این اتفاق میفته؟ یه قسمتش برمیگرده به همون نقطه ضعفی که در واکسن سریال هم قید کردیم. صحت خب تو یه عمر سریال هایی با اپیزودهای متعدد ساختی، سریال هایی که ما هر شب میدیدیمشون، اما حالا که پخش هفتگیه دلایل کافی برای تماشای اپیزود آتی فراهم نیست. خب من فنم و لهله میزنم که پنجشنبه بشه برگردم به حفره پیش آزی، ولی بقیه چی؟ هیچ داستان بارزی برای پیگیری مخاطبین وجود نداره و این در حالیه که تو راه حلو میدونستی. مثلا شمدونی خودت، توی شمدونی ماجراهای پررنگ نقوشی کلیدی در سریال ایفا میکردن، استخونش میشدن و بدین وسیله بافتهای دیگه سریال به این استخون بندی تنیده میشدن و ما لذت میبردیم. اما در مگه تموم چند عدد بهارس، این بافتها، این تکسچرها نقش بسیار پررنگی پیدا کردن و این مخاطب رنجونه، چون پذیرش این بافتها به عنوان عنصر اصلی شکل دهنده به سریال امری دشواره. مثلا همین اجراهای بمرانی، احساس میکنم که قراره مثل گروه چهارتار گروه بمرانی هم که آلبومشون در راهه معروف و مطرح بشن، یا حرکت مسئولین در صفوف. I love them. صحت دوست داشتم 50 سال دیگه عمر می‌کردم تا بازتاب این تصاویر و ایده ها رو در اون سالها ببینم، اما در حال حاضر این الگوها مهر خوشی بر مذاق مخاطبین نمیشانن. چرا؟ چون ظرف نمایش سریال تغییر کرده. اگه هر شب پخش میشد وی ور لایک آقای تاج، آقای کفاشیان چرا نمیان، ولی الان اینجوریم که شت بازم مسئولین. البته اگر کلی نگران نگاه کنم، در دو اپیزود اخیر این مسئله تا حدی حل شده. اپیزود پیش شاهین وارد حفره شد و در این اپیزود عمو جلال به آن سوپر کشید. این دو نقاط پررنگی در داستان سریالن، اما من میترسم که دیگه دیر شده باشه. صحت ما مخاطبین بیراه شدیم، چون سریال ها زیاد شدن و غالبا شتالودن. به علاوه متاسفانه یا خوشبختانه در این بیابون بیابالف، یا به تعبیر دیگر در این فاضلاب شبکه نمایش خانگی، یه پوست شیرم دیدیم و درگیرش شدیم. این مسئله هم کارتو به چالش کشیده. حالا نمیدونم تا چه حد مارکتو دنبال میکنی، به نظرم که سابسکرایب کن. و خب در نهایت من اینجا که دکتر صرافان پسیر و روانه پس سر نیما کرد زجه زدم، یا به هنگام دیدن این فلشبک های عمو جلال در مدرسه پیرمردها از شدت شعف داشتم گوشه پشو گاز میگرفتم، یا این سکانس من و تو دیشب سوراخ I really like that gay vibe، ولی از کجا معلوم که بقیه هم خوششون اومده باشه. And there you have it.
خیلی سخته به سروش امتیاز دادن. شاید باورتون نشه اما من به این اپیزود 7 میدم. امتیاز ندادن در حقیقت. چون اولا عزیز یاد داشت و دوما هیلریس بود. حالا شاهین خودش رو در مرگ عمو جلال نیز دخیل میبینه و این تکرار یک حادثه تلخه. پس احتمالاً در اپیزودهای آتی باید به حفره بازگردیم و یه فکری به حال عمو جلال بکنیم. اما لطفاً ایده ها و افکارتون رو در مورد سریال صحت عنوان کنید تا به ذهنیتی جامع دست پیدا کنیم. حقیقتش در میان دیسهایی که به سریال دادید غالباً شاهد نه این چیه قبل یا بهتر بود بودیم و به ندرت دلایلی که نمایانگر نقاط ضعف سریال هستن مطرح شدن و این به ما صحت یا سینما کمک نمیکنه. So let's talk about it تا بتونیم در اپیزودهای آتی از صحبتهای کلی فاصله بگیریم و وارد جزئیات شیم.